اینمون آب سر برنج بود که برداشتیم و برنجمون هم باهاش یه آبی میده. این برنج اصلا 90% کار سورانی باید به تمام قسمتاش بریزیم. حالا میریم برای کفگیر زدن. شروع میکنیم کفگیر زدن. اصلا این برنج دونه دونه. میبینید؟ این برنج دونه دونه. حالا پر کنم تو سینی و زردیشو بهش بزنم و بهتون نشون بدم. برنج دون، برنج مشتی. آه بیا. بریم با هم دیگه یه برنج رستورانی باحال کنار خونه ما جلوی در گاراژ درست. اولین کار میریم برای خیس کردن برنج. چون این زیاد بود دیگه تو خونه نمیشه درست کرد. خب آبو پر میکنیم توی ظرفامون. خیلی اول برنج رو میریزن بعد آب، اما اگه تو حجم زیاد میخوای درست بکنی اول آب و بعدن برنج. برنجی که دارم استفاده میکنم این دفعه بهتون برنج بسمتی رو یاد میدم، دفعه بعدم برنج هاشمی دودی ایرانی نامبر وان رو بهتون آموزش میدم. برنجمون 11-21 یعنی دونه هاش قد میکشه و بزرگ میشه. خب میان این برنجمون رو بین سه تا ظرفمون شیر میکنیم. حالا در رابطه با شستنش اولین کاری که میکنیم بهش میگن پنجه زدن. دستتون رو ببینید، پنجه زدن اینجوریه، هیچ کار اضافه ای نمیکنید. ببینید پنجه میزنید، آبو خالی میکنید. این از خیلی راحت، ساده و ابتدایی. میایم بعدیرم پنجه میزنیم. ببینید به این شکل. اینم از پنجه زدن. اگه چیزی اومد بالا میشورید. قدیما خیلی چیزا رو سنگشور میکردن، نمیدونم شنیدید یا نه اصطلاحا. خب حالا دوباره آبو پر میکنیم روی برنجمون. این از این و دوباره پنجه میزنیم. خب این کارو من دوبار انجام میدم و برنجمو رهاش میکنم. حالا طوفان درست شد. هر روز استرالیا همینه. فیلمم هم که بیرون میگرفتن مشکلات داشت. من اینا رو دوبار شستم برنجا رو و حسابی پنجه زدم. پنجه میزنی برنج یه خورد نمیشه. البته هر کی برنج هندی پاکستانی رو خراب کنه جایزه داره. خیلی سخت خراب میشه. حالا میخوام بهتون دو تا قلق یاد بدم چجوری اون بوشو از بین ببرید. اگه رستوراندار هستید میتونی ازم برنج بگیری. اگه رستوراندار هستید لطفاً میخواید برنج رو طولانی مدت نگهداری تو این مرحله بهش نمک نزنید. منم چون برنج زیاد دم میکنم بهش من نمک نمیزنم. میریم حالا بالا سر آب جوشمون. این از این در آب جوش رو بردارم. به 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 علاکی آب جوشم به به داره. به به عجب آب جوشی پخته همون جواد باغ داباد. خب اینم از این برنج من یه 5 کیلویه. هر کیلو برای 6 نفره. البته پرسایی که تو خارج هست هر 1 کیلو برای 8 نفره، چون خارجی ها برنج آنچنانی نمیخورن. استیم رایس هم میخوای بری بخری انقدر بده استیم رایس میده 5 دلار. پس خودت یاد بگیری درست کنی خیلی بهتر. اولین کاری که میکنیم روغن خورش این برنج زیاده، چون وقتی که بار میاد روغنش اصلا محو میشه. یه مقداری روغن میریزیم. این تقریبا برای من 30 نفر 35 نفره که من دارم درست میکنم. حالا مرحله بعدی آبلیموه. آبلیمو هم ببینید برای زیاد نریزی اصلا مزه ترشی نباید در بیادش. اینم از آبلیمو شنگاه کنید. اندازه یه تای استکانم بهش آبلیمو میریزیم. چرا؟ حالا هم قلخور برنجمونو بالا میبره، باعث میشه که حسابی قل بخوره که برنج ری بکنه، از شکست شدنش جلوگیری میکنه و خیلی کارهای خوبه دیگه که خودم هم نمیدونم، ولی این کارها رو میکنه. شوخی میکنم باهات. این از این. حالا میریم تو نمک. برنج آب برنجمون به قول اینجا یا سلطی باید بشه، یعنی باید آب نمک باشه، حسابی اون
شوری رو احساس بکنید، چون قراره این نمک بین 30 تا پرس برنج 35 تا برنج مخلوط بشه. این از این نمک هم اضافه میکنیم، بهتون نمیگم چقدر، من خودم هم اضافه میکنم، میچشم، شور که شد هی هم میزنید، ببینید شور که شد متوجه میشید، مرحله به مرحله مزه بکنید، زمانی که حساب کردید که حسابی نمک توش داره دستی تمامه. چهل و پنج دقیقه گذشته دیگه، وقت این رسیده که من چیکار کنم، وقت این رسیده که برنجمو اضافه بکنم. برای اینکه برنجا همزمان داخل قابلمه بره، اول آباشو خالی میکنید که با هم دیگه دمای پخت یکسان داشته باشه. ببینید اینو خالی کردم، در جا نمیبرم بریزم، میام سراغ بعدی، بعدی رم خالی میکنم و میریم پای دیگه بهتون نشون میدم. ببینید چون ظرف زیرش روی زمین بوده و ممکنه که آلوده باشه، تا اینجا میارید، اینو میذارید تو لبه و شروع میکنید برنجو اضافه کردن. برنج هم وقتی که میریزید پخشش میکنید، یه جا نمیریزید. این از برنج ها رو بریدم و همه رو برگردم. این از این، این یه پنیر آخرش هم میریزید. حالا دیگه یه هم بزنم خیالم راحت باشه، دیگه بهش هم نمیزنم تا خودش حسابی بجوشه و قول بخوره. اولین کاری که میکنیم، ببینید من همیشه آب بیشتر از برنج میریزم، خب همیشه آب برنجم رو زیاد میگیرم. من آب دستم رو بردارم، میبینید آب دستم از رو همین ور میدارم، من برنجم رو با آب سرد هیچ وقت نمیشورمش، چون برای رستوران بخوایم موندگاریش زیاد بشه نیاز داریم که با خود آب دست بشوریم. این از این، چون عبابت لعاب برنجم خیالم راحتی که چند بار شستمش. اینو میذارم کنار و حالا در رابطه با همین برنج نگاه کنید، برنجم الان قد کشیده، میبینید میزنم اینجا، نگاه کنید اینو، این خیلی مهمه، یعنی آقا این برنج آماده است. اما تو خونه یه مقداری بیشتر بپزید. حالا چون من میخوام رستورانی بپزم و طولانی مدت نگهش دارم، سعی میکنم بخار پزش بکنم. یه نردبون کوچیک میذارم، اینم خونگی ها، یه نردبون کوچیک میذارم و شروع میکنم اینا رو خالی کردن. دستی رفتیم برای آبکش کردن. اینم اون آب سر برنج بود که برداشتیم و برنجمون هم باهاش یه آبی میده. این برنج اصلا 90% کار الان مشخصه. حالا رستوران داره تریک مدیک اینجوری نمیدارن، ولی این 35 تا خاله بازیه. اینو یه مقداری زعفرون میریدیم کف کار و چند تامون من آوردم کفش بندازم که برنجام هدر نشه. این از این، و البته من به این آب اضافه نمی کنم، میخوام روی کار آب روغن بدم. این از این خیلی راحت دردسر بذارید یه مقداری بعد. خب حالا مرحله بعد میایم برای اینکه برنجمون رو بار بزنیم. دقیقاً برنج به هیچ عنوان نکوبید، اینو اینجا کمرتون میگیرید، نگاه کنید آبکش بغل کمر، اینجوری ریز ریز میزنی، اوسط باید بشکنه بیاد بره پایینا. بعد اینو بر ندارید، نگاه کن آن اینجا رو بگی، اینو بر ندارید اینجوری بکوبید لبه ها، به هیچ عنوان. اینا ها اینجوری تموم شد. برنج بعدی اینم به همون شکل. اوسط خودش میره راهشو پیدا میکنه. ببینید خب باقیشم کارشو با دست انجام میدیم. این از این، برم آب روغنشم بیارم بهش بدم و درشو ببندیم و بار کنیمش. خب حالا میریم مرحله آب و روغن
یه مقداری آب و آب داغ و با روغن قاطی میکنیم با روغن مایه، بعد میایم یه آب روغن بهش میدیم. اینم از آب روغن روش. البته برای تمام برنجا لزوما آب روغن نمیدم. بعضی وقتا ما بعد اینکه کار در میاد بهش فقط روغن خالی میدیم که هم شاینی تر میشه و هم بهتر. حالا درشو میبندم دم بکشه و برمیگردم. برنجمون آماده شد. بعد 50 دقیقه برنجم 3 تا شعله داشت ولی من 2 تاشو بیشتر روشن نکردم، همه هم رو سوزنی. خب این از این. در برنجو برمیداریم. اولین کاری که میکنیم، خیلی از رستوران ها زردی، همون برنج زعفرونی که میریزن زردی رو درست میکنن ولی بو عطر زعفرون نداره. برای زردی به برنجمون نگاه کنید. برنجمون اولین کاری که میکنیم زعفرون رو اضافه میکنیم. این از این زعفرون رو حالا من گذاشتم برای اینکه زردی درست بکنم، زعفرون رو بهش اضافه میکنم. اولین کاری که میکنیم یه همه مشتی بهش میزنیم و مطمئن میشیم که برنجمون کاملا زرد شده. حالا برای اینکه این زردی رو حفظش کنیم و نگهش داریم چیکار باید بکنیم؟ تو مرحله بعد باید بهش روغن رو اضافه کنیم. اگه من اول بهش روغن میزدم زعفرون رو به خودش نمیکشید. حالا بهش روغن اضافه میکنم. روغن میشه روکشش و اینو حسابی چربش میکنه. ببینید شاین شد. وقتی که رو برنج میره هم عطر خوبی داره و هم براقه. این از این. اینو میتونید شما یه روز کامل هم داخل رستوران نگه دارید. حالا میریم تو سراغ مرحله بعدی. یه روغن هم به برنجمون میدیم. اگه دوست داشتید بدید، اگر هم دوست داشتید ندید. ولی به عنوان برنج رستورانی باید به تمام قسمتاش بریزیم. حالا میریم برای کفگیر زدن. شروع میکنیم کفگیر زدن. اصلا این برنج دونه دونه، میبینید؟ این برنج دونه دونه. حالا پر کنم تو سینی و زردیشو بهش بزنم و بهتون نشون بدم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان، حکایت رو نشونتون بدم، حکایت همچنان باقیست. تدیگ برچ، تدیگ تورت خوشمزه، تدیگ نون. این از این. اینم از برنجمون دیگه. برنجمونم آماده شد. ببینم خیلی سنگینه، کولات میزنه بیرون. برنجمونم آماده شد. فرقی نمیکنه چقدر باشه، ده من هم باشه میتونی بپزی، یک کیلو هم باشه میتونی بپزی. فقط باید تمرین بکنی. بعضی از کارا نیاز به تمرین کردن داره. این برنج رو من به این سبک پختم، حتی چند بارم تو رستوران میشه داغش کرد و دوباره استفاده کرد. به هر حال امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. اگه کانال ما رو تا حالا ساب نکردید، همین الان دکمه ساب کردن رو بزنید و زنگوله رو هم بزنید که فیلمای جدیدم میاد براتون نوتیفیکیشنش بیاد. دوستتون دارم و به خدا بزرگ میسپارمتون.